موضوع ایران و توافق هسته‌ای کشورهای پنج به علاوه یک با تهران این هفته نیز در دستور کار قانونگذاران کنگره آمریکا قرار گرفته. به رغم آنکه دموکرات‌ها با اعلام حمایت کافی از توافق هسته‌ای با ایران حفظ وتوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تضمین کرده بودند، ولی هفته پیش جمهوری خواهان سنا کوشیدند با اعلام روند کفایت بحث در مورد توافق زمینه رأی‌گیری نهایی بر سر قطعنامه رد یا تصویب توافق اتمی با ایران در سنا را فراهم کنند. ولی این تلاش جمهوری خواهان با کمپین سخت و گسترده کاخ سفید برای جلب حمایت دموکرات‌ها از موضع رئیس جمهوری همحزب آنها با شکست روبرو شد و رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا موفق نشد روند اعلام کفایت بحث را به ثمر برساند و زمینه رأی‌گیری نهایی در مورد قطعنامه رد یا تصویب توافق هسته‌ای با تهران را فراهم سازد. کنگره آمریکا پیشتر لایحه قانون لزوم بررسی توافق هسته‌ای با ایران را که در آن رأی‌گیری کنگره در مورد توافق مقرر شده با آراء قریب به اتفاق قانونگذاران در سنا و در مجلس نمایندگان به تصویب رسانده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با امضای خود آن را به قانون تبدیل کرد. همونطور که گفته شد هفته پیش تلاش جمهوری خواهان سنا برای فراهم آوردن زمینه رأی‌گیری در مورد قطعنامه رد یا تصویب توافق هسته‌ای با ایران از سوی دموکرات‌ها خونسا شد، ولی قرار است این روند بار دیگر در سنا تکرار شود. برای بررسی بیشتر همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره آمریکا با ماست. خانم آراسته، در مورد این جزئیات و تاریخ انجام این روند چه جزئیاتی دارید؟ هفته پیش همونطور که شما گفتید با آنکه دموکرات‌ها با 42 رأی تونستند با توسل به فیلیباستر یا ابستراکسیون راه جمهوری خواهان رو برای فراهم کردن زمینه رأی‌گیری نهایی مسدود بکنن، ولی میچ مکالون رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا اعلام کرد که امروز بار دیگر، یا هفته پیش گفت هفته دیگه که میشه امروز، بار دیگر تلاش خواهد کرد رأی‌گیری برای کفایت بحث انجام بشه که راه رو برای رأی‌گیری نهایی در مورد رد یا تصویب توافق فراهم بکنه. ولی انتظار میره که این تلاش جمهوری خواهان بار دیگر به سرنوشت هفته پیش دچار بشه و دموکرات‌ها با اکستراکسیون راه اون رو مسدود بکنند و که لازم نشه که حتی به مرحله وتوی آقای اوباما هم برسه. خانم آراسته، در این صورتی که شما میگید، جمهوری خواهان چه اقدام دیگری رو در ارتباط با توقف اجرایی شدن توافق و یا تعویق اون میتونن انجام بدن و یا طرح انجام اون رو آیا در دست دارن؟ جمهوری خواهان اکنون روی یک طرح جدید تحریم ها علیه تهران کار میکنند. هفته پیش هم مجلس نمایندگان بعد از رد کفایت بحث در سنا دو لایحه رو در این ارتباط با اقداماتی در مجلس نمایندگان به تصویب رسوندند، ولی سرانجام پیدا نکرد، چون که هر مصوبه هم در مجلس نمایندگان پس از رجوع به سنا به طور حتم از سوی دموکرات ها مسدود خواهد شد و یا با وتوی آقای اوباما عقیب خواهد موند. با توجه به انتخابات آینده آمریکا، تصمیمات حزبی چه از سوی جمهوری خواهان و چه از سوی دموکرات ها با توجه به تقویت شانس احزاب در این انتخابات طراحی میشه و اتخاذ میشه و برخی سازمان های مخالف توافق هم تهدید کردند که کمک های مالی انتخاباتیشون رو از اون قانونگذارانی که از توافق حمایت کردند دریغ خواهند کرد. و همچنین امروز در کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان جلسه امروز با شرکت کارشناسان انجام خواهد شد که عنوان اون هست زینفع عمده توافق سپاه و حزب الله، و نظرات کارشناسان رو خواهند شنید در این جلسه. به هر حال کنگره آمریکا ارزیابی رفتار تهران رو ادامه خواهد داد و شاهد چنین جلساتی در آینده خواهیم بود. تحول دیگری هم که کنگره خود شد برای اون آماده میکنه در هفته آینده، سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به ایالات متحده و طی اون سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره خواهد بود که از هم اکنون قانونگذاران دارن با یک پروتکل هایی در زمینه این تحول در کنگره سخنرانی پاپ خود آشنا میشن. با توجه به شکاف های جناحی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان در گذشته دیدیم، به عنوان مثال هنگام سخنرانی آقای اوباما در مورد وضعیت کشور در اجلاس مشترک کنگره،
جناح ها جمهوری خواهان و دموکرات ها در واکنش نشان دادن هنگام این سخنرانی خیلی مشخص بود. به مثلا ممکنه که هنگامی که پاپ فرانسیس درباره سقط جنین صحبت میکنه، گروه هایی که با این مخالف هستن ایشون رو تشویق بکنن کف زدن های ممتد باشه، و یا مخالف اون وقتی که پاپ فرانسیس درباره عدم برابری در جهان و یا محیط زیست صحبت میکنه از سوی دموکرات ها تشویق بشه. میخوان این مسئله نباشه و یک دست و اتحاد رفتار کنن.